اگر از مخاطبای قدیمی کانال متباز باشین، یادتونه که یه ویدیو داشتم در مورد کتاب‌های غیر درسی ریاضی. توی اون ویدیو یه کتاب بهتون معرفی کردم به اسم The Mathematics of Love که نویسندش یه خانم به اسم هانا فرای. حالا هانا فرای توی یکی از سخنرانی‌هاش در تد در مورد این کتاب حرف زده و ما هم توی این ویدیو می‌خوایم با محتوای اون کتاب و سخنرانی آشنا بشیم. پس تا آخر ویدیو با من باشین، چون این ویدیو قرار خیلی متفاوت تر از ویدیوهای دیگه باشه و مطمئنم همتون دوستش دارین. من سبام و اینجا متبازه. اینجا هر چیزی که یه ربطی به ریاضی داره میتونین پیدا کنی. هانا این سخنرانی رو با این جمله شروع میکنه: از گالیله تا جان نش ریاضیدانا دنبال این بودن که با ابزار ریاضی عشق و رابطه رو تحلیل کنن. یعنی آیا میشه عشق رو فرمول سازی کرد یا نه؟ هانا در ادامه از یه مقاله از یه ریاضیدان به اسم پیتر بکس با عنوان چرا دوست دختر ندارم؟ نام میبره و میگه پیتر تو این مقاله سعی میکنه شانس خودشو در پیدا کردن عشق ارزیابی کنه. پیتر آدم حریصی نیست. از بین تمام زنای مجرد بریتانیا فقط دنبال یه دختره که در نزدیکیش زندگی کنه، توی رده سنی خودش باشه، مدرک دانشگاهی داشته باشه، باهاش خوب کنار بیاد، از نظر فیزیکی جذاب باشه و از همه مهمتر اون زن هم پیتر رو جذاب بدونه. پیتر با توجه به تحقیقاتی که انجام میده به این نتیجه میرسه که تو کل بریتانیا فقط 26 زن واجد شرایط هستن. خب این واقعا برای پیتر امیدوار کننده نیست. برای اینکه بهتر متوجه بشید که پیتر شانس چندانی برای پیدا کردن پارتنر نداره، بدونید که این عدد حدود 400 برابر کمتر از تخمین‌هایی هستش که در مورد موجودات فضایی هوشمند زده میشه. این یعنی پیتر فقط یک شانس از بین 285 هزار شانس داره که توی یه شب بیرون بره و اتفاقی با یکی از این خانوما روبرو بشه. شایدم به خاطر همینه که ریاضیدانا اکثرا منزوین و دیگه زحمت بیرون رفتن به خودشون نمیدن. هانا در ادامه میخواد ما رو امیدوار کنه و میگه خیلی هم بدبینانه به این قضیه نگاه نکنیم. عشق واقعا اونجوری که معادلات میگن نیست، چون احساسات انسانی نظم پذیر و قابل پیشبینی نیستن. ولی خب اینم به این معنی نیستش که ریاضیات در زمینه عشق و عاشقی هیچ حرفی برای گفتن نداشته باشه، چون عشق هم مثل بیشتر جنبه‌های زندگی، از پیشبینی آب و هوا تا نوسانات بورس تا حرکت سیارات یا رشد شهرها، پر از الگوه. ریاضیات در اصل مطالعه این الگوهاست. ولی راستش بیشترم که دقت کنیم هیچ کدوم از اینا هم دقیق و منظم و قابل پیشبینی نیستن. هانا فرای میگه که باور داره ریاضی اونقدر قدرتمنده که میتونه زاویه و نگاه جدیدی به همه چیز بده، حتی به عشق. پس برای اینکه نشون بده ریاضی چقدر باحال، کارآمد و به درد بخوره، سه تا از بهترین نکات ریاضی برای موفقیت در عشق رو به اشتراک میذاره. نکته شماره 1، چطوری تو سایت های دوستیابی آنلاین برنده باشین؟ هانا میگه که سایت مورد علاقهش اوکی کیوپیده. نه فقط به خاطر اینکه بنیانگذاراش ریاضیدان بودن، بلکه اداره این سایت هم در دست ریاضیدان است. این سایت سال هاست داره از کاربراش داده جمع میکنه و به دنبال پیدا کردن الگوی اینه که مردم چطور خودشونو معرفی میکنن. نتایجی هم که به دست آوردن واقعا جالبه. مثلا یکیش اینه: میزان جذابیت شما الزاماً محبوبیتتون رو تعیین نمی‌کنه. در واقع اگر بعضی‌ها شما رو زشت بدونن ممکنه به نفعتون تموم بشه. اینطوری هم بهش رسیدن که در یک قسمت داوطلبانه در اوکی کیوپید میتونید به جذابیت بقیه از 1 تا 5 امتیاز بدید. وقتی میانگین این نمره ها رو با تعداد پیام هایی که فرد میگیره مقایسه میکنن، رابطه بین جذابیت و محبوبیت مشخص میشه.
اما نکته مهم اینه که رابطه مستقیمی بین زیبایی و محبوبیت نیست. خب بریم ببینیم که چی باعث میشه که بعضیا با امتیاز یکسان در جذابیت محبوب ترن. جوابش در تفاوت نظرات دیگرانه. مثلا پورتیا دراسی رو در نظر بگیرید. همه قبول دارن که زیباست ولی سوپر مدل نیست. حالا پورتیا رو مقایسه کنید با سارا جسیکا پارکر که هانا فرای میگه که به نظرش خیلی جذابه ولی خیلی ها فکر میکنن که قیافه شبیه اسبه. حالا جالبه بدونین میانگین امتیاز جذابیت این دو نفر تقریبا یکیه و نزدیک به 4. برای پورتیا تقریبا همه بهش یکسان امتیاز دادن، یعنی همه تقریبا یه نظر دارن که زیباست، ولی برای سارا بعضیا بهش 5 میدن، بعضیا 1، یعنی یه عده عاشقشن و یه سری دیگه اصلا ازش خوششون نمیاد. حالا جالبی قضیه اینه که سارا جسیکا که برای بعضیا خیلی جذابه و برای بقیه اصلا، با اختلاف زیاد محبوب تر از کسیه که برای همه خوبه. در واقع این گستردگی نمره هاست که باعث محبوبیتش میشه. یعنی اگه بعضی شما رو جذاب بدونن، بهتره بقیه شما رو زشت بدونن تا اینکه همه بگن یه خوشگل معمولی هستید. علت هم داره. کسی که فکر میکنه شما جذابین و حدس بزنه بقیه اینو نمیگن، فکر میکنه رقابت کمتری نسبت به بقیه داره، پس بهتون پیام میده. اما اگه فکر کنه همه شما رو جذاب میدونن، ممکنه از ترس رقابت هیچ کاری نکنه. حالا این موضوع جالبترم میشه. وقتی آدم ها عکسی رو برای پروفایلشون انتخاب میکنن، سعی میکنن چیزایی که ممکنه خوشایند نباشه رو پنهون کنن. مثلا اگر اضافه وزن دارن، از عکس کراپ شده استفاده میکنن، یا اگر تاسن کلاه میذارن. این در حالیه که دقیقاً برعکس چیزیه که باید انجام بدن. شما باید چیزایی که خواستتون میکنه رو بیشتر نشون بدید، حتی اگر بعضی خوششون نیاد، چون اونایی که از شما خوششون میاد همیشه خوششون میاد و اونایی که نمیاد به درک. خب بریم سراغ دومین نکته، چطور شریک ایدئال زندگیمون رو انتخاب کنیم. فرض کنیم که شما در دنیای دوستیابی حسابی موفق بودین. حالا سوال اینه که چطور این موفقیت رو به یک رابطه بلند مدت تبدیل کنیم؟ در واقع کی باید تصمیم بگیریم که وقتش دیگه جدی بشیم و تشکیل زندگی بدیم؟ به طور کلی اصلا توصیه نمیشه که با اولین کسی که بهتون علاقه نشون داد ازدواج کنین. ولی اگر میخواین شانستون برای خوشبختی بلند مدت بیشتر باشه، نباید خیلی هم صبر کنید. جین آستین، نویسنده معروف انگلیسی، میگه که زنی که به سن 27 سالگی رسیده، دیگه هیچ وقت نمیتونه عشق رو احساس کنه یا الهام بخش عشق باشه. هانا فرای اینجا میگه که مرسی جین، ولی تو هیچی از عشق نمیدونی. راستم میگه. خب حالا سوال اینه، از بین همه آدم هایی که توی زندگی میتونید باهاشون قرار بذارید، چطور بفهمید که زمان درست جدی شدن کیه؟ اینجاست که دوباره ریاضی میاد وسط و یه نظریه ریاضی فوق‌العاده به درد بخور رو رو میکنه. اونم نظریه توقف بهینه است، Optimal Stopping Theory. فرض کنیم که از 15 سالگی شروع به قرار گذاشتن با آدم های مختلف میکنید و ترجیح میدید که تا 35 سالگی ازدواج کنید. در این فاصله افراد مختلفی میان سر راهتون که سطح کیفیت‌های مختلفی هم دارن. قانون اینه که وقتی یکی رو انتخاب کردید و ازدواج کردین، دیگه نمیتونین به عقب برگردین یا به آینده نگاه کنین که ببینید بهتر از اینم بود یا نه. حالا طبق ریاضیات کاری که باید بکنید اینه: در این بازه 20 ساله از 15 تا 35 سال، در 7 سال اول که حدوداً میشه 37% زمان کلت، هیچ کی رو انتخاب نکن. قرار بذار، تجربه کن، معیارات رو انتخاب کن، ولی همه رو رد کن، حتی اگر عالی باشن. این عددم از 1:E اومده. 1:E حدوداً میشه 37%. مرحله بعدی مرحله انتخابه. یعنی بعد از مرحله اول، اولین کسی که از همه قبلی‌ها بهتره رو انتخاب کن.
با این روش ریاضیات اثبات میکنه که چجوری میشه بیشترین شانس رو برای انتخاب شریک ایدئال داشت. ولی خب مسلماً این روش بدون ریسک نیست. مثلا تصور کنید آدم ایدئالتون تو همون 37% اول بیاد و اگه بعدش هیچ کس بهتری نیاد باید همه رو رد کنی و در تنهایی بمیری. یا مثلا همه آدم هایی که توی اون 37% اول باهاشون قرار میذاری خیلی کسل کننده و افتضاحن. خب اشکالی نداره، اون دوره دوره رد کردنه. ولی حالا فرض کن وقتی وارد دوره دوم شدید، نفر بعدی فقط یه ذره از قبلی ها بهتره. طبق ریاضیات شما مجبورید باهاش ازدواج کنید و وارد یک رابطه افتضاح میشید. آره دیگه، متاسفانه قانون قانونه. درسته که این روش 100% تضمینی نیست، ولی هیچ استراتژی بهتری هم وجود نداره. حتی توی طبیعت هم بعضی از ماهی‌ها دقیقاً از همین استراتژی استفاده می‌کنن. یعنی توی 37% اول فصل جفتگیریشونه، بعد اولین ماهی که از قبلی ها درشت‌تره رو انتخاب می‌کنن. واقعیت هم همینه ها، ما به صورت ناخودآگاه این کار رو انجام میدیم. یه مدت تو جوانی تجربه جمع می‌کنیم و بازار رو می‌سنجیم، بعد از اواسط 20 سالگی تازه موضوع ازدواج رو جدی می‌گیریم. فکر میکنم این یه مدرک محکمه برای اینکه مغز همه ماها یه جورایی ذاتاً ریاضی وارانه فکر میکنه. خب بریم سراغ نکته شماره 3. چطور از طلاق جلوگیری کنیم؟ فرض کنیم که شریک ایدئالتون رو پیدا کردین. حالا دارید باهاش وارد یک رابطه بلند مدت میشین. هانا فرای رو به جمعیت میکنه و میگه فکر میکنم همه ما ترجیح میدیم از طلاق دوری کنیم. ولی یه واقعیت تلخ در زندگی مدرن اینه که نیمی از ازدواجها به طلاق ختم میشه. شاید با خودتون فکر کنید که دعواهای زناشویی اصلا موضوع خوبی برای تحلیلهای ریاضی نیستن. چون مثلا نمیدونید که چه کمیت‌های مهمن و چطوری میشه اونا رو به عدد تبدیل کرد. ولی وقتی همه میگفتن رابطه انسانی رو که نمیشه عددی کرد، اندازه گرفت و نمیشه براش مدل ریاضی در آورد، یه نفر پیدا شد و گفت اتفاقا میشه. باید فقط درست ببینی و درست اندازه بگیری. و اون یه روانشناس به اسم جان گاتمن بود. کسی که معروفه به مردی که میتونه طلاق رو پیش بینی کنه. گاتمن این چالش رو با صدها زوج انجام داد و هر چیزی که فکرش رو بکنید رو اندازه گرفت و داده جمع آوری کرد. چی به هم گفتند؟ چه جوری گفتند؟ هدایت الکتریکی پوست، فشار خون، ضربان قلب، تون صدا، حالت‌های چهره و زبان بدن، حتی گاهی سطح هورموناشون هم اندازه گرفت و تقریبا همه چیز. خب چیزی که گاتمن و تیمش فهمیدن این بود که یکی از قوی ترین شاخصها برای پیشبینی طلاق میزان مثبت یا منفی بودن هر کدوم از طرفین توی گفتگوه. زوجهایی که ریسک طلاقشون کمتر بود، نمره های مثبتشون خیلی بیشتر از منفی بود. ولی اونایی که در مسیر طلاق بودن، درگیر یه چرخه منفیگرایی می شدن. با همین ایده ساده، گاتمن و گروهش تونستن با دقت 90% پیشبینی کنن که آیا یه زوج قرار طلاق بگیرن یا نه. اما وقتی با یه ریاضیدان به اسم جیمز موری همکاری کردن، این تحقیقاتشون به یه سطح دیگه تبدیل شد. اونا تونستن دقیق تر متوجه این بشن که این چرخه‌های منفی چطور شکل میگیرن. نتایجی که به دست آوردن واقعاً جالب، ساده و تحسین برانگیزه. این معادلات دیفرانسیل که معروفن به معادلات گاتمن موری رو نگاه کنید. یک جفت یا زوج معادله هستن که برای هر طرف رابطه A و B پیش بینی میکنن که هر بار که یکی حرف میزنه اون یکی چقدر مثبت یا منفی پاسخ میده. این جفت معادله که از جمع 3 تا پارامترن بستگی داره به 1. حال فرد وقتی تنهاست، یعنی همون خلق و خوی هر فرد. 2. حال فرد وقتی با همسرشه که بهش میگن تأثیر محیط رابطه روی فرد. و سوم که از همه مهمتره، میزان تأثیرگذاری متقابله، یعنی چقدر رفتار یکی روی اون یکی اثر میذاره. جالبه بدونیم که این معادله ها فقط برای زوجین نیستن،
مثلا برای توصیف رقابت تسلیحاتی بین دو تا کشور هم به کار میرن. در واقع از نظر ریاضی یه زوج در حال دعوا و در مسیر طلاق با شروع یه جنگ هسته‌ای برابره. مهمترین پارامتر در این معادله یه چیزیه به اسم آستانه منفی‌گرایی. یعنی چی؟ یعنی تا چه حد شوهر میتونه رو اعصاب زن راه بره قبل از اینکه اون واقعا عصبانی بشه و برعکس. هانا فرای در ادامه سخنرانیش میگه که همیشه فکر میکرده یه رابطه خوب یعنی مدارا، درک متقابل و فضا دادن به طرف مقابل و تصور میکرده که روابط موفق اونایین که آستانه منفیگرایی بالایی دارن، یعنی زوجها چیزهای کوچیک رو نادیده میگیرن و فقط وقتی یه موضوع جدی مطرحش میکنن. اما تحقیقات و مدلهای ریاضی چیز دیگه ای رو میگن. در واقع بهترین زوج اونایین که آستانه منفیگرایی پایینی دارن، یعنی همه چیز رو به هم میگن و چیزای کوچیک رو هم نادیده نمیگیرن و به هم اجازه شکایت کردن و حرف زدن میدن. اینا همون زوجایین که دائما در حال ترمیم روابطشون هستن، دید مثبت‌تری به ازدواج دارن و نمیذارن موضوعات کوچیک به مسائل بزرگ و حل نشدنی تبدیل بشه. البته مسلماً موفقیت در یه رابطه فقط به همینا بستگی نداره، ولی جالبه دیگه، یه مدرک ریاضی وجود داره که میگه هیچ وقت نذار خشمت تا شب باهات بمونه و باهاش بخوابی. پس اینجا متوجه میشیم که معادله ها و نمادهای ریاضی صرفاً یه ابزار نیستن، بلکه یه زبونن که درباره زیبایی های شگفت انگیز طبیعت حرف میزنن و نشون میدن که چطور الگوهای ساده دوربر ما پیچ و تاب میخورن، رشد میکنن و تغییر شکل میدن. امیدوارم این نگاه باعث بشه حتی شده یه ذره بیشتر عاشق ریاضی بشیم. در ضمن یادت نره که یه لایک به این ویدیو بدی.